به روی پله لحظه است که می رویم. که می روی. تمام شهر با تو می رود و هر ستاره چشمه ای که می چکد از آن صدای تو نفس زنان کنار عشق راه می روم. نفس زنان تو می رسی. بگیر این ترانه مال توست بگیر این صدای عاشقانه مال توست کنار من نشسته ای و دستهای تو به روی سیم های نازو که شب شکفتم ترانه ای زرودکی به چنگ میزند بهانه تویی که بازگشتم ترانه ام تویی که در میان مسجد و کنشت و مدرسه به هر زبان تو را سرودم نماز گشته ای نیاز گشتم به روی پله لحظه است که دستهای من میان خرمن ستارگان به خوش خوشه نگاه تو سبک سرانه چنگ میزند سرود زندگی است اینکه میچکد زبازی نسیم و گیسوان تو دمی به شور و گه سگاه سری به دشتی و حجاز گهی به زرب و گه درنگ میزند نشسته ای به روی شب تمام عاشقان شهر به روی پنجه نسیم خاوری سبکتر از ترانه میروند ز پشت شیشه های عشق حضور گرم نام تو بخاری شکفته می کند بخاری که این شبانه با من آشناست هزار سال پیش من و تو همراهان کاروان عشق بوده ایم هنوز هم میان کوچه های شهر تمام شاعران به یاد شام آخرند همون شبی که نام تو مرا به شهر شعر بود هنوز هم دو بازوی تو چشمه سهر به روی شانم شناورند هنوز هم به روی پله های مدرسه نگاه ما دو خسته از سفر به راه کاروان به سوی خاورند علی رزا نوریزاده جمعه بیستم ماه سپتامبر بیست و شهری بر ماه به شما سلام می داستان این شعر رو براتون بگم که چه زمان و چگونه سروده شد گاهی اوقات زمینه های سروده شدن یک شعر شاید از خود شعر جالب تر باشه در مدرسه اولوغ در بخارا فکر کنید از اون پله های معزنه اومدم پایین بامدادان بود رفتم بالا از اون بالا شهر رو دیدم و معمار اصفهانی رو یاد کردم که اینجا رو ساخته بود اومدم پایین کنار حوز پیرمردی نشسته بود و وضوع میگرفت کنارش نشستم آبی به صورت زدم سرد سرد ماه مارچ بود و سرد برفم بود اصلا این آبی که به صورت زدم حال من رو غریب کرد پیش خودم میگفتم خدایا اون زمانی که بخارا پای تخت جهان بود و یک میلیون کتاب در کتابخانهش بود چنگیز وقتی میاد کتابخانه بخارا و نیشابور سه و نیم میلیون کتاب میسوزن می گفتم پدر صبحت خوش خیری نقضی به همون کلام خودش گفت نقضم خیرم شما چه دارید با لحچه تاجیکی با لحچه اسفانی واژگان تاجیکی لحچه اسفانی آ پدر یک بار در عراق اینو دیده بودم با مرحوم پدرم شب عید نوروز به حمامی رفتیم و کارگر حمام لحچه قلیز اسفانی داشت و پدرم پرسید تو کی آمد اینجا مجاور شدی گفت پدر پدرم از اسفان اومده است. هم پدرم هم خودم اینجا متولد شدی این بار از این پیرمرد که بعدها فهمیدم اسمش محمد خیرالدین بود و در اون مسجد دستیار متولی بود در واقع نگاه میکرد آبریزگار رو نگاه میکرد خط بود قرآن ها رو میچید از این کار رو میکرد گفت بله ما هشت پشت است که در بخارا هستیم خیلی قشنگ نشستم با این پیرمرد گپ زدم چپقی هم داشت در آورد و چپقش هم روشن کردو و کشید تو سرحال شد و یه چایی هم به ما داد خوردیم و, و با هم گپ زدیم. بعد اومدم روی لبه یه هرهی بود اونجا نشستم نگاه کردم که مردم همینجوری داشتن میمدن و فیش خوبش خودم گفتم روزی که امیر بخارا اینجا بوده و بعد معمارای اسفانی میومدن به دربارش و براش ساختمون میساختن چه عظمتی داشته نام ایران و اعتباری همینجوری نشستم و نگاه کردم و این شعر ذره ذره متولد شد قلم برداشتم و نوشتم و یکی دو دفعه دیگم شاید در طول این هفتش ده ساله براتون خونده باشم باری بریم سر احوالات هفته جمعه از دیگه حالا احوالات هفته البته همش نمیشه که قصه سیاسی باشه امروز دیروز اردوان مفید زنگ زد به من البته قبلا هم زنگ زد بود که به لندن رسیده دیروز زنگ زد که قرار دیداری گذاشتیم من اردوان رو خیلی دوست دارم این برادران رو همه با بهمن خیلی دوست بودیم اردوان کم سن و سالتر از ما با بیژن مفید که دل بسته به او بودیم بعد از زورای جمعه رادیو تهران رادیویی که بعدها رادیو دو شد و البته در همه ایران هم شنیده می شد ما هم جزو کارکنانش بودیم بعد از زورای جمعه ساعت دو بعد از ظهر صدای زنده یاد ایرج گرگین می اومد برنامه دوم تقدیم می کند به راه خرابات بر چوب تاک نوشته ارنست همینگوی ترجمه بیژن مفید یا مترجمان دیگر بعد نمایشنامه آغاز میشد دو ساعت طول میکشید صدای فهیمه راستگار کسی که جای ویوینلی حرف میزد نیکو خردمند اون صدای نازنین منوچهر اسماعیلی عزیز من فکر نمی کنم دوبلوری با این عظمت و با این استعداد و قابلیت تا به حال ما داشته ما دوبله های خیلی خوب دوبله عالی داریم و داشتیم جلیلوند وند ایلش دوستدار کاووس دوستدار همه اینو مرکه بودن پیروز حمید منوچهری رو دیدم توی برنامه اسداللهی های از اسد اسداللهی یکی بود یکی نبود و اصلا باورم میشد منوچهری اینقدر تغییر چهره داده همید دوست خیلی خوبه من بود اون سالهایی که در رادیو بودیم اهل ارفان اهل واقعا خدا رو دوست داشت و یک حالتهای خیلی قشنگی داشت یه سرهنگی بود دوست ما پیر مرد ای که گاهی با حمید به او سر میزدیم در تای این دوله خیابون ایران میشست بازارچه کلب بود مثل اونجا میرفتیم پیش جناب سرهنگ چه آدم نازنینی بود بله بله داستان ها و زندگی ها داشتیم باری منوچهر اسمایلی مثلا قابلیت های این آدم در صوت بی نزیله ارفانی, ارفانی هم خیلی خوب اینا بودن میگم دونه دونه خسروشاهی که هنوز من صداشو میشنوم آلندلون تو فیلم سامورایی برام یا زنده میشه جلو و آدم های دیگه که مقبلی نازنین و و و و خیلی حالا همشون یادم نیست ولی در نماشنامه اصل جمعه اینا بودن یه وقت بیژن داداشم ورد بهمنم اومد بعد مرزا عقیلی اومد که همکلاسی بودیم تو دبیرستان صدای عقیلی رو هم شنیدیم و یک یک سال بعد در دو نمایش بندم رفتم شرکت کردم دو تا پنجاه تومنم هم وقت به ما دادن کلاس یازده بود و حالا مثلا نقش ما پنج دقیقه بود چهار دقیقه بود ولی نشستن کنار فهیمه راسگارد نشستن که نیکو خردمند منوچهر اسمایلی خود ویژن مفید چقدر زیبا بود این نمایش دو ساعت دو ساعت و نیم و واقعا مردم با عشق میشستن گوش میکردن. یکی از بهترین لذت زندگی ما گوش پردن به این نمایش بود در حال آدم این لحظات این این سالها، این آدم این اسامی اینا براش پای دارن. و بیژن یکی از اونا پدری داشته اینا پهلوونی بود هم پهلوون باستانی کار بود هم شاهنامه خانه فکر با مرحوم حسین حسین بود با دکتر نوریالا که فیلم مردان سهر رو می ساختیم برای نقش اون پهلوان پهلوان مفیدم نوریلا دعوت کرد اومد و دی متا به سنین پیری است بود رو سه شده بود پهلوان قصه که یعنی بازنویسی و مدرن کردن داستان رستم و اسفندیار بود اونجا دیگه باید خب یه تغییراتی بهش داده میشد اینه که مرحوم بلور اون نقش رو بازی کرد ولی مفید بزرگ رو هم دیدیم و یه که شاهنامه هم برامون خوند حالا این کار بزرگ او رو اردوان بر عهده گرفته و او مشغول تداوم اون ارسیه ارزشمند پدر هست با شاهنامه سازی هم میزنه دو دنگ صدایی هم دارد که بسیار جالب امیدوارم حالا وقتی دیدیمش بتونیم یه گپ و گفته خوبی با هم داشته باشیم دوستان هنرمند همشون به من لطف دارن میان و از حضورشون لذت میبریم دوستانی که با بعضن با بعضیاشون خاطره های بسیار دور و درازی داریم مثلا به روز وسوقی عزیزم برمیگردیم به فیلم قیصر وقتی که قیصر رو فیلم برداری میکرد با تقیه مختار در صحنه فیلم برداری قیصر حمام رفتیم و خب با بهروز هم دیگه دوست شدیم و تا امروز پایدار است و نمایشی دارن که در 28 هشتم در این شهر نمایشی به کارگردانی ایرج جنتی عطایی عزیز که اونم باز از دوستان دور و دیر است و امیدوارم و خانم گلشیفته فراهانی و سودابه فرخ که <تصح> امیدوارم از اتاق فرمان بپرسم سوسن یا سودا گاهی من اشتباه میکنم در این جور مثلا دیروزم در رابطه با تیم فوتبالمون که میگفتم بر سوسن هست در این نماشتامه گفتم که تیم پورامای برمه در حال که بعد میگفتم تایلند از این بابت از بچه های استقلال پوزش میخوام رام تایلند بله بوری رام تایلند تمام تمام تقصیر امیر خسرو من گناهی ندارم تمام تقصیر یه دفعه میاد می استقلال باخته میخواد جلوه. دیدی استقلالتون باخت میگم آقا به کی باخت اشکال نداره تیمای داخلی وقتی به هم میبازن هیچ اشکال نداره همه ایرانی هم و من پرسپولیس رو خیلی دوست دارم ما داستانی داریم با پرسپولیس شاهین بود دیگه دکتر اکرامی رئیسش بود ماها تاجیا یه ور استادیوم میشستیم شاهینی ها یه ور دیگه بعد خلاصه جنگی بود اتفاقا شاهین شهید سالس پسر مروم احمد شهیدی هم کلاسی من اون شاهینی بود و تو مدرسه جهان تربیت با هم یک روزنامه دیواری اون درست میکرد یکی من من میومدم اومدم میذاشتم های تاج <تصفح> اون میمد میذاشتم های شاهین خلاصه خیلی با این دو تا تیم ما از بچگی هم زندگی کردیم و اومدیم و, و بعد من به همهشون علاقه دارم مگه دارایی بد بود مگه تیم های خیلی ملوان بندرعباس شگفتی آفرین شد یه موقعی توی جام باشگاه که در ایران برگزار می ابو مسلم خراسان زباهن اسفحان همین تراکتورسازی تبریز دونه دونه هر استقلال یا تاج آبادان بعد همین جوری می تو شمار شهرهای مختلف و در بعضی از شهرها البته فوتبال خیلی پرخونتر و پرجوشتر بود تهران هم که خب باشگاه متعدد داشت ولی تاج و شاهین یه چیز دیگه بود دکتر اکرامی نازنی روزگار رو ببینید دکتر اکرامی رو با آقا زیا یه شب در منزل شاهین اعتمادی اینجا دیدم اصلا برای من شگفتی آور بود رودولف نازنین که خدایش قرین عشق کند مرد نازنین رودولف آقا بگیان که هنوز باورم نمیشه او و عزیز الله عشری دیگه نیستن نمیتونم باور کنم رودولف هم بود رودولف میرفت اینجا دکتر میرفت دکتر رو میابرد مراقبش بود بیمارستان میبردش خب خیلی بهش علاقه من بود یه شب نشستیم بعد آقا زیا نشست برای من از دایم گفت ابراهیم چیتگر که قهرمان قهرمانان ژیمناستیک ایران بود و بعد سرمربی و تیم پاس و غیره برای اون تعریف کرد که وقتی یه جوان 14 ساله بود اومد باشگاه آقا زیا چجوری اول وزن برداری و کشتی و بعد رفت توی جیمیناستیک کمتر کسی اون وقت دنبالش میرفت یادم نمیره تو امجدیه رو دار حلقه بود تولد شاه بود چهار آبان و چه کرد اونجا که همه این استادیوم بلند شدن براش دست می دکتر اکرامی هم اون شب از خاطراتش گفت از بچه های شاهین گفت از بچه هایی که با جان و دل می بدن. خیلی روز دهداری بچه های دو. کلانی که بنا کلانی با هم سربازی هم با هم بودیم خیلی جالب بود پادگانی که بودیم من و کلانی و دکتر مهداد خونساری بودیم با هم دیگه و ابو تراب مصطفی که رئیس رادیو فردا سلان و دوستان متعدد دیگر هرمز شهدادی آقای عباس هدایتی خمینی و خیلی خیلی بچه های دیگری هم بودن اسعد فرخ اسعد بختیار و همین رفقای من که هر کدام امروز در سوی از جهان هستند و از بعضی با خبر و از بعضی بی خبرم بله حالا این حرف رو زدم روز جمعه بود چون اینا رو میخواستم بهتون بگم تا بدونید این آقای امیر خسرو جدی چی کار میکنه بچه و استقلال بدونید شما دفعه دیگه باخت حرفی نداریم برد 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 خلاص بله خلاصه اینو یادتون باشه در این حال اگه بخوان من اینجا یه جوری جلوه گر بدن پیش شما که من ضد پرسپولیس هستم اینم بهتون میگم ابدا پرسپولیس رو عاشقانه دوست دارم بسیارم تیم درجه یک و معرکه یه دوست دارم ملوانم دوست دارم ابو مسلمم دوست دارم تراکتورسازی سازی همه رو دوست دارم چون ایرانی اما اما خب با تاج ما از بچگی بزرگ شدیم دیگه اون اونشو دیگه نمیتونم کاری بکنم بل. حضورتون از کنم که یک خبری که در میان خبرها خیلی بهش توجه نشد دیدار آقای اسامه نجیفی رئیس مجلس عراق از ایران بود میدونید آقای نجیفی جزء گروه العراقیه بود یعنی آقای دکتر ایاد علاوی باعث شد ایشون به ریاست مجلس برسن و همینطور آقای صالح مطلق معاون نخست وزیر بشه این در مجموعه العراقیه بود آقای نوجیفی در دل العراقیه فرکسیون خودشم داره اخدیه ایشونم هم یه آدم قدرتمندی است که استانداره در شمال اراق و آدم بسیار با نفوذی است قدرتمند از جلوی مالکی هم ایستاد جمهوری اسلامی دید از دشمنی با آقای نوجیفی به جایی نمیرسه بالا و پایین و اصرار ایشون دعوت کرد به دیدار از ایران آقای نوجفی اول رفت ترکیه آ قبل از رفتنش با مالکی دیداری کرد گفت تو این بازیات رو ادامه بدی یا واقعا حق دیگران رو میخوای بدی العراقیه باید دو تا وزارتخونه دفاع و وزارتخونه کشور یا وزارتخونه امنیت رو داشته باشه و دو همچنین دکتر علاوی هم قرار ریاست شورای عالی امنیت ملی رو بر عهده داشته باشه تو زیرش زدی اگر اهلش هستی من پا میشم میرم با ترکیه پادرمیانی میکنم با جمهوری اسلامی میرم صحبت میکنم آقای مالکی گفت گو ایشون رفت ترکیه با اردوگان ملاقات کرد و با بقیه مقامات ترکیه با داوود اغلو با همشون و گفت بهشون که آقا جان ما دو کشور مجاور نمیتونیم دشمن باشیم مالکی خیلی عصبانی بود که چرا داوود اغلو بدون عبور از بغداد رفته اربیل و با آقای بارزانی گفته بود از این نظر خیلی کلافه بود گفت آقا اینم حالا یه پروتکل بوده از این به بعد ترکا رعایتش میکنه ولی آقای مالکی داد و بیداد که به چه مناسبت اینو تا آقاش میره هنون داشتن اونم گفت خیلی روشنه تو داری شیعه بازی یه جوری در میاری که سونیا احساس خطر کردن خیلی طبیعی است گرفتن سراغ ترکیه که پروتکشن بگیرن حمایت بگیرن و سرانجام آقای مالکی رضایت داد اسامه نجفی آقای رئیس مجلس عراق ایشون تشریف بردن به ترکیه و از ترکیه هم رفتن به تهران حالا چه اتفاق حاکم عراق قاسم سلیمانی سردار سلشکر قاسم سلیمانی رو عشقاره. در زم اتاق فرمان بداند مانیتور منم خاموش شد قاسم سلیمانی و آقای اسامه نجفی که در تهران با کلیه مقامات ملاقات کرد از جمله آقای روحانی لاریجانی و دیگران با قاسم سلیمانی هم دیدار داشت این به نظر من هوشمندیش بود چون گفت ملاقات با این آدما دو ریال نمیارزه برای اینکه اصل کاری من باید ساب رو ببینم آدمی که تو کشور من آدم میکشه تروریست میفرسته باید بشینم با اون حرف بزنم نشست با قاسم سلیمانی صحبت کرد و صحبتشون هم خیلی جدی بود با آقای لاریجانی هم یه مصاحبه مطبوعاتی با هم داشتن هر دو صحبت کردن آقای لاریجانی موضوع سوریه رو یکی از موارد مهم مذاکرات خود با رئیس مجلس عراق دونست و گفت مذاکرات خوبی در این زمینه داشت نوجیفی و بقیهشون اینا خب طبیعی است در رژیم بشار حمایت نمیکنند. و از اینکه آقای مالکی در بس رفته پشت سر رژیم بشار خیلی ناراحت هستن. بنابراین حالا من میگم در پرتو نگاه جدیدی که در سیاست خارجی داره دنبال میشه شاید رژیم جمهوری ولایت این رو درک کرد که آقا تو نمیتونی در عراق فقط بیو از حزب ادعوه حمایت بکنی این باعث شده مردم عراق ازت نفرت داشته باشن 50 تا رادیو تلویزیون که در عراق هست ده تاش نوکر هن هم سعی میکنن که نوکرت بشن سی تا دیگه هستن که علیه دارن حرف میزنن. حالا تا چه حد نمیدونم متنبه شده باشن که امشب به صحبت میکنم که اصولا آیا پایه های سیاست خارجی جمهوری اسلامی عوض شده آیا در داخل کشور واقعا به وعده وحید ها میتوان امیدوار بود و ما شاهد یک تحول اساسی خواهیم بود اینا مسائلی است که باید بهش بپردازیم بعدا روشن بشه و میذارم در بخش دوم برنامه حتما به این قضایا میپردازم به هر حال آقای نجفی وقتی برگشت متحدان خودش و دوستان شمشیر رو کشیدن به چه حقی تو با قاسم سلیمانی جنایتکار ملاقات کردی سال مطلق مصاحبه مطبوعاتی گوش پرس یارانش هم کنار ایستادن آقای نوجیفی دکتر عیاد علاوی به ایران نرفت به خاطر که دعوت کننده قاسم سلیمانی بود اون دستش تا مرفق به خون مردم عراق آلوده است تو چطور رفتی با اون جنایتکار مصاحبه کردی؟ خلاصه جنجالی شده و خود دکتر عیاد علاوی هم عصبانی است از اینکه متحدش همچی کاری کرده درنگ کوتاهی میکنیم برمیگردم و حکایت رو ادامه بید. توها سفر کردن از این خاک گرفت غم دیگه چیزی نمونده جز یه مشت خاکستر و ماتم شقایق ها همه زخمی تو بغض خواه ¡Gracias! Go ahead. درود دوباره خدمت همه شما عزیزان من شوخی کردم راجع به امیرا فکر نکنید پرسپولیسی واقعی اصلا او اصلا نمیدونیم با کدوم تیم رو حمایت میکنه میدونم منچستر یونایتد رو خیلی دوست داره ولی در امور تیم های داخلی ماشاءالله انقدر لباش قفله که بروز نمیده برنامه‌هاش هم نگاه میکنم میبینم به قدری رعایت میکنه که مبادا مبادا اون به اصل مقدس تحلیلگر بودن خطا بشه خیلی مراقبه خیلی تیم ها همه براش برابر مطمئن ما با شوخی میکنم دیگه اینا همه بچه های من هم و باشون شوخی میکنم خب خدا رو سه هزار مرتبه شکر که ما جلوی شما سر بلند میشیم که وقتی آقای محمد ازا خباز از اعضای مجلس و دولت و غیره یاران آقای روحانی قبلا هم عضو مجلس بوده میفرمایند که در طول هشت سال گذشته 600 میلیارد دلار سرمایه ایرانیان از کشور خارج شده که این رقم معادل ده بودجه نفتی است خب من اینجا فقط سوال دارم و این سوال یه سوال اساسیه مدتها بود میخواستم اینو مطرح کنم این رو که دیدم دیدم الان موقشه. ای دوست عزیز منم ترکیه است به من اشاره کرده بود ولی الان میخواستم این که وکلای رسمی بیان و کمک کنن و عده ای از ایرانیان که در ایران هستن میخوان به اصطلاح گرین کارت بگیرن به امریکا برن و در اونجا زندگی کنن اقامت کنن حق مسلم همه افراد هر انسانی حق داره جایگاه خودشو رو انتخاب بکنه کجا بره کجا زندگی کنه و اگر امکانش رو داشته باشه به هر وسیله اصلا راجب به این ما بحثی نداریم و من خیلی هم از این وکلا ممنونم که به شمار زیادی از هموطنان ما کمک کردن به خصوص پدران و مادرانی که میخوان برن فرزندانشون رو ببینن یا به سنین بازنشستگی رسیدن فرزندانشون امکاناتی دارن که از اینا نگهداری بکنن میرن به خارج اما وقتی میام میبینم که یه شبکه درست میشه و این شبکه میاد میگه آقا خیالتون جمع 500 هزار دلار بفرستید ما سرمایه گذاری میکنیم و شما رو وارد امریکا میکنیم با ویزای دائم و با گرین کارت و غیره کسی که 500 هزار دلار از ایران میتونه به امریکا بفرسته و 4 میلیون دلار هم کنارش داشته باشه برای که وقتی رفت بتونه زندگی کنه بتونه خونه بخره کارهای دیگه بکنه خب کدوم یکی از ایرانیان آزاده شریف عزیز تو ایران هستن به همین البته هستن بازم نمیخوام همه رو با یک کلام در واقع بریزم کنار نه هستن ایرانیایی که زحمت کشیدن زمینی داره قیمتش بالا رفته خونه ای داره قیمتش بالا رفته تو کار بازرگانی آدم موفقی بوده و موفق شده مقداری پول داشته باشه چنین آدمی به نظر من نمیاد از ایران بره چون داره اونجا بیزنس میکنه اگرم بخواد جای دیگه بره معمولاً میرن یکی از این گذرنامه هایی که مال آمریکای لاتین هست این کشور کوچولو بلیز و نمیدونم جامایکا و غیر و غیره اینا رو میفروشن 250 هزار دلار 300 هزار دلار شما گذرنامه رو میگیری به 150 کشور جهان هم بی ویزا میری یا خیلی راحت به ویزا میدن اما اونایی که میان مرتب تبلیغ میکنن که آقا جان تو 500 هزار دلار بده به ما ما برات سرمایه گذاری میکنیم یه میلیون دلار بده در بس دیگه برات میگیریم انگلستان میخواد 600 هزار پوند بده برات کارتو انجام. این به نوعی تشویق همین خروج عرضه 600 میلیارد دلار آخه رقم کمی نیست. در تمام دوران آن پدر و پسر 57 سال ما 100 میلیارد دلار درآمد نفت داشتیم. در 57 سال. 600 میلیارد دلار در 8 سال گذشته از کشور خارج شده این پول چه کسای خارج کردن اون آدمی که 20000 دلار 30000 دلار 50000 دلار 100000 دلار از کشور خارج کرده 200000 دلار منظور نیست ما الان صحبت ارقام بالای 100 میلیون دلار میکنیم من وقتی گریبان آقای ظریف رو میگیرم و مرتب اینو دارم میگم تا روزی که ظریف پاسخ بده برای اینکه 100 میلیون دلار ظریف و خرازی پول گرفتن و همون پولا بود که امروز ساختمانی رو که ما داشتیم این ساختمانی که متعلق به ملت ایران بود بنیاد پهلوی درست کرده بود که از درآمدش دانشجوهای بورسیه پولشون رو بگیرن و میدادن بهشون بورس میدادن به پزشکان ایرانی کمک میکردن که تخصص بگیرن به متخصصای ما کمک میکردن فوق تخصص بگیرن ولی این پول بعدا صرف روزخانی و سینزنی و لابیستا شد و به جیب ها 600 میلیارد دلار می تواند نیمی از ایران آباد کنه تمام تاسیسات نفتی ما بازسازی بشه مدرن بشه فول کامپیوترایز بشه 300 میلیارد دلار خرجش این 600 میلیارد دلار کی برده آقازاده آقای تبسی برده آقازاده آقای تبسی برده که ناصرخان 120 میلیارد تومان از بانک ملی گرفته بود و اون گنگکاری رو درآوردن توی دوبه او گرفته آقازاده ها گرفتن خانومزاده ها گرفتن اخوی کوچک ها گرفتن پسرم هم و یه همسر گرفته شما این پولایی که در زمان احمدی نژاد به همین دار و دستش داده شده سردار زهره ما رو سردار کوفت وامایی که از بانک ها گرفتن تبدیل به ارز شده خارج شده کشور سه تا ارز فروش هستن در امارات و قطر و کویت اینا فقط کارشون سرمایه قارت شده ملت ایران رو منتقل کردن به خارج که خودش یکیشون میگفت برای من گونی گونی اسکناس میارن هزار تومنی های نو گونی گونی موتور لنج میاد دیویس و میلیارد تومن اسکناس نو میذاره جلو من خب منم بعد میفروشمش میفرسم داخل ایران و اینجا دلار میدم دینار میدم درهم میدم اینجوری کشور ما قارت داره میشه اسمشو گشتن رژیم اسلامی ایران رژیم اسلامی که وقتی شما نگاه بکنی هیچ کدام از مبانی و اصولی رو که به ما گفته بودن یاد داده بودن برامون در وعظ و خطابه ازش یاد میکردن به عنوان اصول و مبانی دین هیچ کدوم اونا رعایت نمیکنه. صحبت از اصول و مبانی دین شد من اینجا یه توضیحی بدم گاهی اوقات بعضی حرفها زده میشه که ممکنه تعبیر به این بشه که شبکه ایران فردا حداقل در بعضی از برنامه هاش رعایت حرمت گذاشتن به باورهای مردم رو نمی کنی. اینو من به شما بگم سیاست ما در اینجا و راه و روش ما در اینجا حرمت نهادن به همه انسان هاست با هر اندیشه و مذهب و اعتقادی بنابراین در این تلویزیون به اعتقادات مردم توهین نخواهد شد با خرافات می جنگیم. با فریبکاری و دروغ می جنگیم. با امامزاده بیژن جن میجنگیم با امامزاده قلقلی و فلفلی میجنگیم با دروغهایی که به مردم میگن میگه اما دور باد هاشا که به اعتقادات و باور مردم اهانتی بشه از این بابت اگر خدای نا کرده به صف چنین اتفاقی افتاده من از همه مردم پوزش میخوام و آرزو میکنم هرگز در اینجا چنین اتفاقی نیفته چون روی مسئله من خودم خیلی حساسم و بر این باور هستم که به هیچ روی نباید مجال داد که دل مردم شکسته بشه آزرده بشه یه روزی یک آقای روحانی آمد و با من صحبت کرد گفت فلانی به خاطر شناختی که از پدرت دارم از خودت از خانواده من یکی دو بار دیدم که تو اه نیشی زدی به مسجد جمعکران گفتم از نیش بیشتر زدم چون تبدیل به دکان شده حتی اگر این مسجد حرمت و اعتباری نزد شما داشت شماها وظیفه داشتید برید ازش دفاع کنید نه اینکه تبدیل به دکان یکمش مفخور بشه که برم بشیدم اون زیر نامه بنویسن به اسم امام زمان این شما هستید که حرمت رو از بین میبرید و روحانیت هست که با سکوتش مجال میده که این شالاتان بیان و این بازی رو درارن کدام یک از شما ناصر عبال مکارم شکر فروش رو یک مرجع میدونید برید زندگی مراجع رو ببینید بخونید من این کار رو خواهم کرد جزو برنامه های منه که شما واقعا بدونید ملای ناینی چجوری زندگی کرد نگاه کنید آخون ملا کازم چجوری زندگی کرد آقازادش آقای کفایی کی بود؟ برید ببینید اینا رو ببینید مرحوم آقا ارباب که میگن کی بود مرحوم آج میز عبدالله چل ستونی کی بود که داری شما میخونی احوالات رزاشا رو بینید این عبدالله چل ستونی مسیح تهرانی که بعدا عنوانش رو میکرد اون زمان رو منبر بوده در جریان جمهوریت موضع گرفته حاج آقا نورالله بعد میبینی جد بنده رزاشا رو میبینه و در حالی که جزء طرفداران سرسخت مدرس بوده بهش میگه آقا اقدامات اصلاحی اگر میکنی برای جلو بردن مملکت برای اینکه نسوان مملکت از اسیر و برد آزاد بشن همه جور حمایتت میکنیم خب رو هم داشتیم بعد رو بخونیم هاش... آشق عبدالکریم رو حائری یزدی رو چه چجور آدم این بوده اینا رو باید بشناسیم و بعد کلاشانی که به اسم مرجع این روزها به ملت ایران فروخته میشن تحمیل میشن مارکتینگ براشون میشه اینا رو هم بشناسید کی هستن شیخ محمد یزدی رساله چاپ بکنه آقای موسوی اردبیلی رساله چاپ بکنه آ شما اینا رو ببینید یا طرف وقتی به مرحله رساله چاپ کردن مینوشت چی بود و به کجا رسیده بود که اون کار رو میکرد نه اینکه هر کسی راه برس و یه الفی و شرح و لومه خونده و خارج درس خارج مرجع بشه الان توی قوم تو سر هر کی میزنی مرجعه هر طرف میری مرجع دوگون باز کردن سهم امام میگیرن و خمس و خلاصه رد مظالم یعنی ببین یه چیزی بهتون میخوام بگم یه عمر فاسد باش نماز نخون روزه نگیر اصول دین رو رعایت نکن مال یتیم و بیوه رو بخور ربا بده همه این کارا رو بکن کاری نداره برو رد مظالم یه پول قلمبه بده ناصر عبال مکاره راه بهش دو برات صاف میکنه تموم شد حج نرفتی وسیعت کن بعد از مردن دو میلیون تومن بدم به یه آخوند گردن کلوف جای تو بره حج تا اوزاد خوب بشه سلس مار تو بذار برای دیگه آخوند گردن کلفت دیگه حالا بخونه یا نخونه نماز روزه آخه شما فکر کنید یک انسان اگر اعتقاد به خدا داشت و رو به خدا ایستاد و مناجات کرد یک لحظه و نور الهی در دلش تجلی پیدا کرد این انسان با اون آدمی که یه عمر ظلم میکنه بعد میاد چون میلیونر داره میگه این دو میلیونو رو بدیم به حاج آقا فلان بعد از مردنم برای نماز روزه بخونه آره. جاتم در بستو تو بهشته چون اون داره برات میخونه دیگه من دیدم این یکی از این آخونده بود کارش این بود نماز خلاصه برای مرده میخوند و روزه میگره روزه هاش کل گنجشکی بود چون معتاد بود زور بعد میشه از پای منقل نمازش هم کلنگی یعنی یه دفعه میستاد میگفت 300 رکت خوندم برای مرحوم فلان و نماز میخوند خیلی چیزا من دیدم و چقدر دلم میخواد مردم مؤمن مردم معتقد یه ذره با خودشون خلوت کنن که این دکانهایی که باز شده و مردم رو فریب میده اینا دین رو مشوه میکنه دین رو بدرنگ میکنه اعتقادات مردمی رو لطمه بهش میزنه اون مردم معتقد و مؤمن این رنگ کاری ها رو که میبینن از دین زده و آزرده میشن واقعا من دیدم انسان هایی که معتقدن و شب و روز گریه میکنن که خدایا زودتر ما رو ببر این وضع رو نبینی وقتی میفهمه 600 میلیارد دلار تو 8 سال از مملکت خارج شده این پول مال کیه این پول مال اون بچهای سرطانیه که محک با جون و دل داره تلاش میکنه به اینا کمک کنه دارو براشون بیاره آقا برید به محک کمک کنید این وظیفه همه ما هست من همین دیروز رضا اقنمی اومد و گو با یه دیگه را افتادیم گفتیم باید پول جمع بکنیم برای محک بفرستیم شما که در امریکا ما رو ببینید در کشورهای اروپایی در جاهای دیگه در خود ایران امکان داریم پاشو بریم به محک کمک کنیم برید و بچههایی که نیاز به دارو دارن یاری برسون اول زندگیشون قنچه های وانشده. چرا باید پرپر بشه؟ وقتی 600 میلیارد دلار پول مملکت بره بره دوبی و بعد از اونجا بره به اروپا و آمریکا و غیره اون آقایون هم که مرتب دارن با 500 هزار دلار گرین کارت میگیرن گرین کارت بگیرن وقتی یه پدر و مادر بدبخت خسته مریض بچه رو میخوان ببینن چهار ماهه برن ابوظبی و دوبه و فلان بیان برن که بتونن یه ویزا بگیرن اما آقای مصباح یزدی تقل مثل برق میره شاگرداش هم میفرستن برادران سپاه هم که مشغول سرمایه گذاری فرماندهان عظیم که شکم ها اومده جلو در ماکاو روس قمارخانه جاهای دیگه دارن سرمایه گذاری میکنن به نام اسلام عزیز بسیار اسباب تاسف است آقای احمد توکلی در سال 1387 یعنی پنج سال پیش گفته بودن که خروج سرمایه از کشور حدود سالیانه سه میلیارد دلار است <تصفح> ولی حالا به نظر می رسه که نه از این حرفا نیست سالانه 50 60 میلیارد دلار بوده بیشتر و این از برکات هشت سال حکومت آقای احمدی نژاد تحت حمایت مستقیم مقام معظم رهبری آقای روحانی بود اسباب تأسف است خبر دیگه من خیلی نگران کرد وبا در ایران پیدا شده 155 نفر مبتلا شدن خیلی تلخ آدم نگران میشه دست کم 155 نفر مبتلا شدن به وبا و خبرگزاری مهر گفته که آقای زاربان سرپرست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان ایران در استان سیستان و بلوچستان که بیماری وبا را افغان ها به ایرانیان منتقل کردن بیچار افغان های هر بلایی میاد آقا افغان ها چرا؟ چرا ما ملت نجات پرستیم؟ چرا به افغان ها با دید پایین نگاه میکنیم؟ بعد از جنگ چه کسی ایران رو ساخت؟ چه کسی ساختمونا رو ساخت سرایدارش شد بدبختا حالا دو تا آدم بد توشون بود به همه باید اینجوری نگاه بکنی چند نفر عراقی بودن تو ایران زندگی میکردن کارهای بد کردن اونا رو اصلا نمیبینیم ولی با افغان ها خیلی بده ها خیلی بده ملتی که هم زبان با ماست مشاهیر ما رو عاشقانه دوست دارن مولانا ارزشش شاید نزد اونا بیشتر از ما باشه حضرت فردوسی رو اونجور قدر می نهند به شعر ما به موسیقی ما به خانم گوگوش ما به آقای ابی ما به ستار ما علاقه دارن آهنگ های ایرانی رو دوست دارن کتاب های ایرانی رو دوست دارن دوست دارن مثل ایرانی لباس بپوشن بانوانشون دوست دارن مثل بانوان ایرانی باشن چرا باید با این ملت ما هر اتفاقی میفته افغانا آره دو تا افغان بودن سرشون رو بریدن چرا ما اینجوری میکنیم خدایا یه خود به ما درایت بده یک ذره به ما ارزش شناخت انسانی آدمها رو بده این باعث تاسف منه خیلی ناراحت شدم چرا افغان ها دو مملکت وقتی دارونیست وقتی وضع بهداشتی خرابه وقتی آلودگی است که در بولوار الیزابت میگن موشایی که انقدری داره از در و دیوار بالا میره ما چرا باید چرا باید متهم بکنیم افغان های بیگناه رو که اینها حالا اگه یه افغان هم مبتلا بوده اومده در خود ایران زمینه برای ابتلای مردم به بیماری ها بسیار زیاده حضورتون ارز حضرت بکنم حالا منتظر بودید راجب سفر آقای روحانی و اینا هم بگم بهتون آقای روحانی مصاحبه که کرده حالا دیدید حتما ام بی سی که سی, ام بی سی یا ام بی مصاحبه کرده و در این مصاحبه خیلی با دیده مثبت و در واقع با آغوش باز از،, از سرگیری مذاکرات با امریکا و پنج به اضافه یک صحبت کرده آقای روحانی در این حال میدونید که سه چهار روز دیگه آزم نیویورک میشه ما کاورج کامل خواهیم داشت از تمام جلسات مجمع عمومی سازمان ملل و خبرنگار ما احمد باطبی در اونجا حاضر خواهد بود و گزارش های دقیقی برای شما هر روز خواهد داشت خوشبختانه یاران ما در جاهای مختلف جهان آقای بختیاری در ترکیه و محمد رضا شاهید عزیز و نازنیلم در فرانسه لونا شاد عزیز در فرانسه همینطور دوستان دیگرمون در آمریکا احمد باطبی و جاهای مختلف در بلژیک در هر جا رو نگاه بکنیم بالاخره دوستانی هستند که به ما نهایت محبت رو دارن. شریفی عزیزم در کردستان و عراق و به مرور بیشتر از این یاران استفاده خواهیم کرد ایران سربلند ایرانی سرفراز پرچم زیبای سرنگ شیر خورشید نشان هماره برف باد با علی نوریزاده تا دوشنبه همه شما نازنینانم را به پروردگار عاشق می سپارم از تو گذاشتن کراحت به من میگی برو نمیتونم بذارمت برم تو این دنیا تنها تو رو لحظه جدایی نشستم کنارت ولی باز با خنده گفتی برو تو قلبم یه آتیش زبون کشیده در و دیوار و هونه میگیرن تو رو So... سو گذشتن کراهت به من میگی برو نمیتونم بذارمت برم تو این دنیا تنها تو رو لحظه جدایی نشستم کنارت ولی با خنده گفتی برو تو قلبم یه آتیش زبون کشیده در و دیوار بهونه میگیرن تو من نمیخوام بمیرم بی تو نمونی کنارم نباشم به یاد تو تو نباشی میگیر نفس ها نمیتونه قلبم میافتم به پای تو من نمیخوام بمیرم بی تو نمونی کنارم نباشم